اما امروز سازمان غذا و دارویی آمریکا آزمایش خونی را برای قلب‌بارگری سرطان روده بزرگ تایید کرده. این آزمایش که به طور خاص برای بزرگسالانی با ریسک متوسط در نظر گرفته شده، با تشخیص نشانگرهای مرتبط با سرطان در خون به تشخیص بیماری در مراحل اولیه و در نهایت کاهش نرخ مرگ و میر ناشی از سرطان روده بزرگ کمک می‌کند. این آزمایش خون گرچه جای کولونوسکوپی رو نمی‌گیره، اما یک روش غیر تهاجمی و ساده‌تر و می‌تونه افراد بیشتری رو تشویق به انجام قربالگری بکنه. دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر گروه امینشناسی سرطان کینگز کالج از لندن با ما همراه میشن. آقای دکتر کردستی، سن ابتلا به سرطان روده بزرگ در بسیاری از کشورها کاهش پیدا کرده و همه در تکاپوی اینن که تشخیص زود هنگامتری داشته باشن. این آزمایش خون چقدر میتونه کمک بکنه؟ بله، همونطور که گفتید تشخیص زود هنگام سرطان روده بزرگ بسیار مهمه، به خاطر که هم پیشاگهی رو بهتر میکنه، هم درمان رو ساده تر میکنه، هم درمان های بعدی و پیگیری و غیره رو. مشکلی که هست این هست که بهترین روش و دقیق ترین روش برای تشخیص زودرس کولونوسکوپی است، که خب این امکانش نیست برای همه انجام بشه به دلایل مختلف، از جمله اینکه خیلی اصلا تمایلی به انجام این کار ندارن. تا حالا روشی به اسم فیت تست که مثلا اندازه‌گیری خون مخفی در مدفوع هست از روش‌های خوبی بود، منتها حساسیت کافی نداشت و ضمن اینکه انجام اون هم به این راحتی نبود. این روشی هست که البته چندین روش الان در حال آزمایش است. این یکی از اولین روش‌هایی هست که سازمان غذا و دارویی آمریکا تاییدش کرده برای استفاده بالینی و حدود 80% حساسیت داره. کماکان البته بین 70-90% چیزی هست که مورد انتظار است و این حدوداً 80% حساسیت داره و میتونه با استفاده از بررسی دی ان ای که در خون در حال گردش هست از سلول‌های سرطانی اونها رو تشخیص بده. بنابراین روشی هست که آسان‌تر در دسترس از طریق خون انجام میشه و احتمالاً به طور وسیع با قیمت مناسب میتونه در اختیار جمعیت زیادی قرار بگیره و این جایگزین تشخیص البته نیست. این چیزی هست به اسم قربالگری هست و کسانی که ریسک بالایی برای سرطان روده دارن کماکان باید کولونوسکوپی انجام بدن. کسانی که در این روش احتمال سرطان درشون تشخیص داده میشه احتمالش هست و کماکان باید روش بیشتری تشخیصی بیشتری مثل کولونوسکوپی رو انجام بدن، اما کمک بسیار بزرگی هست برای قربالگری و این امید رو زیاد میکنه که ما بتونیم زودتر این بیماران رو تشخیص بدیم و معرفی بکنیم برای روش‌های تشخیصی بعدی و درمان زودرس. احتمال آقای دکتر کردستی، اگر بخوایم نگاه بکنیم به این موضوع که چه کسانی ریسک بالاتری دارن جز مسئله خانوادگی، چه نکاتی باید مورد توجه قرار بگیره؟ سابقه خانوادگی البته خیلی مهمه. غیر از اون کسانی که سابقه پولیپ‌های در روده دارن، سابقه بیماری‌های مزمن روده مثل التهاب‌های روده مثل IBD یا بیماری‌های مشابه دارن و یک سری عوامل دیگه هست که به طور غیر مستقیم ریسک رو بالا می‌بره، مثل وزن بالا، رژیم غذایی ناسالم و غیره. اما کسانی که سابقه فامیلی دارن مهمترین عامل خطر هست، به علاوه کسایی که بیماری‌های مزمن التهابی روده دارن. اینها دو گروه خیلی مهم هستن که باید بهشون توجه بشه. بسیار سپاسگزارم از شما دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر گروه ایمنی‌شناسی سرطان کینگز کالج که از لندن ما را همراهی کردند.